زندگی دریاست، دریا بگذرد، عاشقی سوداست، سودا بگذرد، چون تماشای جهان یک نوبت است، نوبتی ما و تماشا بگذرد. السلام علیکم بینندگانی عزیز و گرامی قدر، علاقمندانی شعر امروز، هوادارانی ادبیاتی عالمگیری فارس و تاجیک. برنامه نوبتی آفتاباران با معنی های جالب منظور شماست. در برنامه امروزه ما نامزد علم های فیلولوژی استاد سرایا حکیمو حضور دارن. خوش آمدید میگویم معلمه عزیز به برنامه ما. اطمینان دارم که در برنامه امروزه با معنی های جالب در برنامه ما شرکت ورزیده به بینندگان گرامی ما غذای معنوی خواهد بخشید. در چون اشعار لایق شعر علی را نفرانی که قرائت میکنند میفهمند که برای استاد لایق فرق ندارد که آن رباعی است، غزل است، دو بیتی است یا مثنوی است، مهم آن است که آن معنا و مضمون خاص خود را داشته باشد. و اما میخواستیم که در برنامه امروزه که غزل در ایجادیات شاعر یک موقع خاصی کسب کرده است، میخواستیم درباره این ژانر در ایجادیات استاد لایق با شما صحبت آراسته باشیم. نخست میخواستم پارچه پیش از آغاز برنامه از غزلیات شاعر قرائت بکنم، ثانیان صحبتمان را ادامه خواهیم داد. در جهانی دشمنانی دوستان را گم مکن، در میانی کجروانی راستان را گم مکن، هر کجای پانیهی در پای تو سر مینیهن، آشنان خرده آن آشیان را گم مکن. وعده های نسیه دادی وقتی مستی مرد باش، بحر جبران پیش جانان نقدی جان را گم مکن. هم مکن پروا و هم یک لحظه بی پروا ما باش، کاروان سالاری فریادی سگان را گم مکن. معلمای عزیز، میخواستیم در آغاز و بینندگان گرامی ما در باره آن که ژانر غزل در ایجادیات شاعر کدام موقع را اشغال کرده است اندیشه های خود را بیان میکردید. تشکر گلهای خان. واقعا استاد لایق شرالی از زمره شاعران پیشگام ادبیات معاصر تاجک است و با نام استاد لایق بسیار نوآوری ها و بسیار بازیافت ها و بسیار گویش های زیبای ادبیات معاصر ما سخت پیوند است و ادبیات معاصر ما با نام استاد لایق امروز افتخار می کند و با گذشت چند ده ساله ها هنوز هم عاشقان و شیدایان شعر و سروده لایق شعرالی بهایت بسیارند و چون امروز موضوع صحبت ما غزل است، غزل در ایجادیات لایق شعرالی، واقعا چنانی که حاضر گفتم که از محبوبترین چهره های ادبیات معاصر ما امروز استاد لایق هستند، غزل هم از محبوبترین ژانر است در ادبیات کلاسیکی ما و ادبیات معاصر ما. علت محبوبیت این همه محبوبیت غزل در چیست؟ خب غزل، اگر هم تو به مفهوم غزل و اونچه خود واژه غزل توجه کنیم، این همون بیان عشق است، عشق عاشقانه ها است و بیان محبت و اندیشه های عاشقانه و وصف و توصیف نگار گفتند در لغت ها غزل را. و ژانر غزل در ابتدا همین گونه بود، یعنی که ستایش و توصیف و ترنم را در بر می گرفت و بیشتر وقت شاعران و علمای ما و عارفان ما به وسیله همین ژانر غزل که پیشتری وقت از 5 تا 12 بیت را فرا می گیرد، ولی این در زمینه گسترش غزل معلوم گردید که مثلا گریم سیدا و سودا تا 22 بیت آوردند غزل را، یعنی که محدودیت ندارد، اما در شمار بیت ها تا 20 حتی بیشتر از 20 بیت بوده غزل های ما مشاهده کرده ایم در ادبیات کلاسیکی ما. اما معمولترین
ارقام در شماری بیت ها همین 5 و 12 بیت است که امروز ما در ادبیات معاصر ما نمونه این گونه غزل ها را خیلی بسیار دوچار می شویم. خوب غزل چنانی که گفتم محبت و اظهار عشق بود و روا در ادبیات کلاسیکی ما ان همین بیان توصیف و ستایش محبوب همچنین در چنین ژانری که مثلا گریم هم قافیه بودن و بیت مصرعهای آزاد داشت و مصرعهای هم قافیه داشت و داشت و دارد. بعد آهسته آهسته همین اندیشه های اجتماعی، اندیشه های پند و اندرزی و اندیشه های عارفانه و عارفای اهل عارفان ما با همین ژانر هم وارد شدن و عموما غزل از دایره مثلا که با بیان عاطفه و مهربانی و عشق دایره بیان موضوعات همین غزل فراخ کردید. می بیاییم سر غزلیات استاد لایق. واقعا لایق شیرعلی چنانه که عبدالنبی زعترزاده ضمن تحلیل و بررسی آثار استاد لایق گفتند در سالهای 70 و 80 لایق شیرعلی در ایجادیاتش به نهایت زیاد با ژانرهای سنتی توجه کرد و این ژانرهای سنتی را با بیان نو و اندیشه های نو و معاصریت بخشید. یعنی که به نهایت عبدالخالق ستارف میگویند که لایق توانست که با نگاه تازه به غزل نگاه کند و ان همین اندیشه های نو در جریان شریان غزل جاری کند و محبوبیت غزلی لایق هم ان همین در همین است که ان همین نگاه های کهنه و نو به هم آمیزش داد و بین یک انقلاب را در سرودن غزل ها به پا آورد و امروز سیر محبوبیت غزل های لایق هم در همین است که استاد توانستند ان همین ژانر تمام دایره امکاناتی که در وسیله غزل می تواند یک شخص هنرمند اندیشه هاش بیان کند ابراز داشتند. یعنی یک بار دیگر اثبات کرد که استاد لایق اثبات کردند که واقعا هم نوبست از کدام ژانری که می گفته می شود بیش از همه به هنر فطری هر کدام هنرمند وابسته است که وای چه خیل می گوید، چه طرز می گوید و به کدام شیوه اندیشه های خودش بیان می دارد. در وقتی که ما غزل های استاد لایق می خوانیم و می بینیم که پیش از همه اون چیه که توجه هر خواننده از خواننده عادی تا محققه به خودش جلب می کند این همین خوشاهنگی اوزان غزل های استاد است و بیدرنگ نیست که بسیار غزل های استاد حافظای ما آهنگ بستند و امروز ها محبوب ترین آهنگ سرود های اهل نظر و اهل جوانان است و این یعنی که گفته مهمترین عاملی که مهم میکنه این خوشاهنگی کلام است، کلامی غزلیات لایق است و این خوشاهنگی کلامی لایق اگر توجه کنیم پیش از همه در ما در استفاده هنرمندانه ردیف ها هم می توانیم به حساب گیریم. اصلا ردیف در ردیف از کلمه عربی است که معنیش یک در یک هم در یک اسب نشستن دو نفر است و در ادبیات باشد ردیف این کلمه یا ترکیب هایی است که در بعد از قافیه تکرار کرده می شود و این تکرار این هر کلمه به معنای خودش می آید و عموما در مورد اینجا در مورد ردیف محقق و اندیشه های زیاده بیان داشتند و شفیعی کتکنی به این نظر است که ردیف مال عروض فارسی است. یعنی که وقتی که این محقق ضمن آموزش ردیف نوشته های ترکی و عربی با فارسی مقایسه میکنند میبیند که بیشتر وقت یعنی که ردیف مالی
غزل‌های فارسی است و انا همین استفاده هنرمندانه ردیف‌ها در غزل‌های استاد لایق به نهایت توجه مایه به خودش جلب کرد و هنرمندانه واژه‌های بسیار عجایب و در زم ترکیب‌ها عباره‌های خیلی زیبای استاد ردیف غزل‌های خود قرار دادن به مثل تو را من دوست می‌دارم. مثلا اگر گریم خیلی معمول‌ترین جمله هست تو را من دوست می‌دارم، اما همین تو را من دوست می‌دارم استاد با ردیف غزل خودشان قرار دادند که محبوب‌ترین غزل بین جوان‌های امروز است. ردیف‌های منو دریا چنانی که می‌گوییم و از جمله ردیف‌های و غزل‌های منو محبوب‌ترین غزل است و نام غزل هم بین خوانندگان غزلی منو دریا عنوان گرفته است. دل دارم این هم ردیف خیلی زیبا هست که هنرمندانه استاد کار فرمودند در ایجاد معنی در غزل‌هایشان و همین شیوه ما امروز شیوه استفاده هنرمندانه از ردیف در نوشته های استاد فرزانه و آذرخش مشاهده میکنیم که خیلی صادقانه و سعادتمندانه و هنرمندانه. انا همین یک پدیده خوبی ادبی یا ادامه میدهند و غزل‌هایشان ردیف های خیلی عجایب استفاده میبرند. مثلا گریم در شعر در غزل استاد عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس و اشش های قسمت بوده است، در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. من اینجا و ما تکرار کلمه مثلا گریم بوده است مشاهده میکنیم که این ردیف است و بعد از قافیه می آید و همین تکراری که در مصره های در مصره آزاد نی بلکه در مصره های بعدی و مصره هایی که در آنها قافیه هستند می آید، خیلی هماهنگی غزل تامین کرده است. بله، تشکر استاد. و می خواستیم که در باره اون که در ژانر غزل هنری شاعری استاد لایق را چگونه دریافتن ممکن است می خواستیم در این بابت نیز اندیشه های خود را به بینندگان گرامی ما بیان می کردید. خب در مورد امروز ادبیات شناسی معاصر ما خوشبختانه در مورد شناختی ویژگی های هنری و ویژگی های سبکی استاد بسیار کارهای خوب و خواندنی به انجام رسانیدند و در این مورد ابراز نظرها خیلی زیاد است. مثلا در مورد هم در از ادبیات شناسی و هم در سمت مثلا زبان در مورد اثر اشعار استاد فکر و اندیشه های زیاد علمی و خلاصه های خوب علمی هم بیان شده است که امروز ما از آن بهره برداری داریم و در ادامه این آموزش ها توجه میکنیم به جنبه هنری اشعار لایق و ویژه غزل های استاد. خب حاضر ما درباره محبوبیت غزل های لایق حرف زدیم. محبوبیت غزل های لایق هم چنانی که حاضر گفتم اگر از پیش از همه مثلا خوشاهنگی همین افزان غزل ها باشد، دوم خیلی بستگی دارد به هنری گویندگی مؤلف. پیش از همه باید گفت که شاعر چی میگوید و چی طرز میگوید پیش از همه به استعداد شاعر سخت مربوط است که چی میگوید و چی طرز میگوید، اما چی میگوید و چی طرز میگوید همچنین بستگی دارد به وضع جامعه ای که در آن جامعه همون نفر یعنی شاعر زندگی دارد و برخوردهای آن همون جامعه به خودش میگیرد و این هم باز بستگی میگیرد به جنبه اجتماعی اشعار، یعنی که ادبیات در پیوستگی به وضع اجتماعی رشد میکند و وضع اجتماعی زمان نمیتواند که با چگونگی و چی گفتنی اثر ادبیات بی تاثیر باشد. خب ما میتوانیم ادبیات غزل های استاد را به چند مرحله از جهت بیان موضوع به چند مرحله جدا کنیم. خب شما که در مورد جنبه هنری اشعار لایق حرف زدن میخواهیم،
در اینجا جنبه هنری بازم وابستگی دارد به همون موضوعی که گفته می شود، یعنی که در دایره چی گفتن شاعر هم چی طرز گفتن و خیلی علاقمندی زیاد دارد و چی طرز گفتن به سبک نگارش هم خیلی علاقه سیج دارد و سبک چگونه ما که استاد لایقه از جمله نفرانی می گوییم که صاحب سبک هست و شاعران صاحب سبک و صاحب مکتب عنوان می کنیم. پیش از همه وقتی که اینا انا همین پهلوی جنبه های هنری اشعار لایق بد در تکیه به جنبه های هنری اشعار لایق گفته ایم. خب پیش از همه مهمترین عاملی که ما در جنبه هنری اشعار لایق مشاهده میکنیم در غزلیاتش این تناسب کلام است که اصلا روایه خیلی به سطح عالی خیلی روایه شدنی تناسب کلام در غزلیات لایق می باشد. این یک تناسب گفته ما چیه می فهمیم؟ تناسب این همون اندیشه و به هم موافقت کردنی هر واژه که در برای ما برای بیان اندیشه های خود برای تصویرهای خود از چی کار می گیریم؟ از واژه ها کار می گیریم و از واژه ها یک معنی می سازیم و ان همین محتوای به هم پیوند می زنیم. خب من می خواهم به بینندگان عزیز بگویم که تناسب یعنی چی؟ تناسب مثلا وقتی که ما از ماه می گوییم باید حتما در پی ان همین اندیشه های ما در بیت های سونی یا در مصرعی سونی وقتی که ما ماه گفتیم حتما ما از آسمان، از حاله ماه یا که از شب، از روی یار با سخن گفتن ما در کار است که این تناظری های تناسب کلام است و ان همین تناسب کلام اولین جنبه هنری غزل های لایقه به حد به نهایت بالا برده است و استفاده هنرمندانه مجاز از صنایع بدای چنانی که ما میگیم از صنعت های لفظی و معنوی استاد خیلی هنرمندانه کار بردن و در مورد ان همین هنرهای استفاده صنعت های بدی اگر استفاده گذاریم ضمن آموزش ما به خلاصه رسیدیم که در ایجادیات لایق مجاز، تکرار، صنعت مجاز، تکرار، استعاره و پیش از همه تضاد و مقابله و پارادوکس های ادبی خیلی زیاد موقع دارند و هنرمندان از همین استاد استفاده کردند. مثلا وقتی که استاد میگویند که آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. یعنی اینجا و اولین مود وقتی که حاضر گفتیم تناسب کلام و در تناسب کلام علاقه روایه شده است خیلی عالی و تخیل در اینجا وقتی که استاد میگوید و تخیل استاد در زمینه خلاصه و نتیجه گیری های منطقی حیات یعنی که اندرز و حکمت حیات نتیجه گیری شده است و در همینجا سادگی بیان استاد با بیان ان همین خیلی زیبای پارادوکس ادبی بیان میکند که یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است، یعنی که یک نظر چقدر کوچک است و بر آسمان چقدر بزرگی دارد. و نگاه ما مقابل گذاشتن همین اندیشه های شاعر در اینجا مشاهده میکنیم و در مورد باز می خواهم استفاده گذارم در مورد استفاده هنرمندانه تکرار و برای آنکه چنانی که ما آگاهی داریم صنعت تکرار از زمره صنعت هایی است که از مؤلف از نفری که همین صنعت استفاده می برد تقاضای هنرمندی بیشتر می کند. برای چی؟ به آن خاطر که یک اندازه معین یک معیار معین ان همین تکرار جو بجایش گذاشته ان همین میزانش رعایه کردن خیلی دشوار است. مثلا گریم تکرار از حد زیاد هم مثلا میتواند که به خواننده دلبزن شود، خوشایند نباشد و تکرار ناجا هم چندان درست نیست و اما مثلا گریم از روی اون ضرب المثل تکرار مادر دانش میگویند، یعنی که تکرار
به موقع استفاده کردن در ایجادیات لایق را خیلی هنرمندانه ما مشاهده کردیم. مثلا گریم از همون واژه هایی که استاد لایق استفاده میکند، ما یکان بار تکرار ناجای مشاهده نمیکنیم. همچنین وقتی که ما در نوشته های استاد میبینیم مجازه، و انا همین مجازه در سلسله نوشته های فریاد به فریاد رسی استاد که بیش از 70 غزل صرفا اجتماعی استاد در بر گرفته است، انا همینجا ما خیلی فراوان مشاهده کردن ما ممکن است. مثلا در یک غزلشون استاد میگویند که سرپرستی های من دردی سری آورده است، خوشگامی های من شعری تری آورده است. مثلا الکه اینا بینیم که سرپرستی های من دردی سری آورده است. من در اینجا و تماما سرپرستی، اگر هم تو بایت خونیم در نظر همه خیلی آسان نکرد مینامد که سرپرستی های من دردی سری آورده است، اما انا همینه و یک قالب آورده و در همین یک قالب مثلا گریم همین سرپرستی های من دردی سری آورده است، دیگر یکان نمود، یعنی که دیگر یکان وریانت که همین شعر پیشنیاد کردن ممکن، همین مضمون در غزل پیشنیاد کردن غیر امکان است. چنون قالب به در آورده شده که مثلا گریم همین اندیشه که بیان می شود دیگر ترس که بیان کردن غیر امکان است. و ویژگی کلام لایق هم همین است که هم هر بندی گفته غزل های استاد در سر خودشان استقلال دارند، در برابر این محکم هستند، با خودشان در قالب خودشان سخت پیوست هستند که اونها یک کلمه از جا به جا کردن و یک کلمه دیگر استفاده بردن غیر امکان است. این اولا میتوانیم با ویژگی سبک خود استاد، یعنی هنر و استعداد خداداد استاد نسبت دهیم، و دوم با آن که استاد بسیار نفری از نوشته هاشون از ایجادیاتشون معلوم است که آگاه، دایره دانش و بینش و فهمیش یک شخصیت فوق‌العاده بودند که همین اندیشه هاشون با خواننده ها بیان می داشتند. و تکرارهای استادم در همین جا خیلی جالب است. اینجا به یک نمونه غزل تکرار مثلا گریم زی بهار حسن یاری به بهار دل رسیدم، زی کنار گرم عشق به کنار دل رسیدم، به کنار سرد دنیا این زی هزار برق آتش، فقط از شرار سوز به شرار دل رسیدم. اگر متوجه شویم چند کنارم ما اینجا به مشاهده میکنیم که واژه چند واژه کنار، مثلا شرار، باز شرار، اینه که در یک مصرع تکرار می شود، اما همین تکرار تکرار بی جا نیست، تکرار ناجا نیست. و ما می دانیم که برای اون که اندیشه زیبا بیان کرده شود حتما یک واژه با مرادف های خودش عوض کرده شود. مثلا می گویند که مثلا یک بار اگر که قلم گفتیم، دویم دفعه باید که حتما خامه گوییم، برای اون که دایره لغتی ما، یعنی که برای بدیعیت این تاثیر می رساند. اما اگر اینجا به مشاهده کنیم انا همین تکرارهای شاعر هر کدام معنی های با معنی های خودشون از هم دیگر فرق میکنن و تکرار اینجا و خیلی دلنشین آمده. تشکر معلمه عزیز. و واقعا غزل های لایق بسیار، استاد لایق بسیار خوش آهنگ است و هر یک دقتی هر خواننده رو به خود جلب میکند. و میخواستیم که در فرجام برنامه در باره اون که در ژانر غزل کدام نوآوری ایجاد کرده است شاعر اندیشه های خود شما رو فهمیده باشیم. استاد توانستند که به واسطه انا همین ژانر غزل، ژانرهای خوب اجتماعی غزل هم گویند، در غزلشان جنبه های اجتماعی وارد کنند، اندیشه های اجتماعی، یعنی که در گفتیم که غزل خودش عشق است و بیان عشق است و احساس و بیان عاطفه های زندگی و بیان عاطفه های عاشق و معشوق خودش بود. اما چقدر من حاضر که گفتیم من این هنرمندانه بیان شدن جنبه های اجتماعی، البته این سرچشمه میگیرد از ادبیات کلاسیکی ما،
اما یک مرحله به معین در ادبیات شوروی مثلا گریم بحث های هم سر زده بود که قالب غزل عموماً قالب سنتی بیان برای بیان اندیشه اجتماعی تنگی میکند، یعنی که چهارچوبه که در یک قالب معین است تنگی میکند بود. یعنی استاد ان همین اندیشه های باطل بودنش اثبات کردن و خیلی اندیشه های جالب اجتماعی و سروده های انقلابی، اندیشه های انقلابی و برخورد های اجتماعی خود در شعر ها، در غزل هایشون بیان داشتن. یکی از کاری که انجام دادن استاد و یک بار دیگر دلیل آوردن که واقعا هم چگونه گفتن و چی گفتن بر بستگی دارد به هنری آفرندگی هر نفر. تشکر زیاد معلمه عزیز. واقعا غزل های لایق شیرعلی هم از جهت مضمون و مندرجه و از جهت خوش آهنگی در پایه بلند ادبی می ایستد و به بینندگان گرامی ما درباره مضمون و مندرجه استفاده شدن صنعت های بدیعی اندیشه های خود را بیان کردید که اطمینان دارم که آنها غذای معنوی گرفتند و جهان معنوی خود را خیلی رنگین و زیبا نمودند. برای صحبت پر محتوا سپاسگزار هستیم. خوش آمدید معلمه عزیز. سلامت باشید. ای طبیعت روزی دفنم، باز یک آن زنده ام کن. تا بدانم دوستانم در چی حالند، تا بگویم در عزای من ننالند. یک نظر بینم از اعدای من، کیست حاضر شادمان از مردنی اعضای من. بینگرم از دشمنانم، کیست حاضر در سری تابوت و می گیرید زیشادی. زهرخند بحری او تقدیم سازم، بسری تابوت خود دورش بیرانم. بور دیگر بینگرم بر چشمی یارم، پس روم آسوده بر کنجی مزارم. بینندگان گرامی، برنامه نوبتی آفتاباران را حسن انجام می بخشیم. تمنا می کنیم که روزگارتان آباد و خوشی های فراوان همراه شما باشد. باقی در فرجام برنامه برای هر یک شما تنی صحت با خاطری جمع را تمنا می کنیم. خیر عزیزان، تا هفته آینده.